بینندگان گرامی با سلام به شما از وقتی که رضاخان قزاق با دخالت و حمایت مستقیم دولت انگلیس در یک کودتا در ایران به قدرت رسید بیش از یک قرن میگذره سیاست ها و اقدامات رضاخان چه جهت گیری داشته و اصلا مهمتر سر انجام این سیاست ها به کجا انجام میده این سوال مضمون گفتگویی است که امروز میخوایم داشته باشیم با آقای احسان امینرویا خوش آمد میگیم به شما و سپاس که وقتتون رو برای این گفتگو اختصاص دادید متشکرم سال و سلام عرض میکنم به همیهنان عزیز در خدمت شما هستم بله اجازه بدید که من قبلش یادآوری رو بکنم که این روزها به مناسبت سالگرد کودتای رضاخان که زمین ساز دیکتاتوری سلطنتی پهلوی شد سیمای آزادی هم سلسله برنامه‌ای رو با عنوان جنایات رضا شاه به روایت تاریخ پخش کرده که در اون با ارائه مستندات بسیار نقش حکومت قدرت استعماری اون زمان یعنی دولت انگلیس رو در به قدرت رسوندن رضاخان شهر داده و همچنین اینکه چه سیاست هایی داشته رضا شاه و چه وقایعی در دوران حکومتش به او پیوسته این گفتگو هم در چارچوب و ادامه همین برنامه در واقع پیش میره خب آقای اجازه بدید که ابتدا از این سوال شروع کنیم در واقع یکی از بیشترین ادعاهایی که ما میشنویم در مورد رضا شاه این هستش که خب بعضی از کسانی که در دنبال روی اون هستند هنوز میگن که خب رضا خان کسی بوده که ایران رو نوسازی کرد یا میگن که بعضیات لقب پدر ایران نوین بهش میدن استود سازی ازش میکنن خیلی خلاصه پروبار میدن طوری که انگار این یک کسی بوده که ایران رو از قهر تاریکی ها بیرون کشیده و یک دفعه یک ایران نوین و مدرنی رو ساخته میخواستم بدونم می که شما در این رابطه چه نظری دارید و آیا رزاشا این اقدامات رو انجام داده یا یک دیکتاتوری خشن رو در ایران ایجاد کرده ببین اگر امروز یا فردا یک جماعتی پیدا بشن که شروع کنند به تاریخ نگاری جعلی در مورد رئیسی جلاد رئیس جمهور کنونی رژیم و بگن که بله این سمبل عدالت و دادگستری بوده و نمیدونم قهرمان حقوق بشر بوده و همه اینها خب شما چه خواهید گفت رئیسی از دریای خون مجاهدین مجاهدین قتل عام شده رسیده به این مقامی که الان خامنه اینو نشونده روی صندلی ریاست جمهوری ولایت فقیه رضا شاه هم از دریای خون انقلابیان مشروطه انقلاب مشروطه و رهبران و قهرمانان جنبش های آزادی پس از انقلاب مشروطه جنبش جنگل جنبش خیابانی پسیان و اینها بیرون اومده و به اون مقام شاهی رسیده و خب این تاریخ نگاری ها هست دیگه این تاریخ هایی که داستان هایی که در مورد چه کسانی میسازند سازند و جعل می کنند انقلاب مشروطیت اینا که من میگم حرفای خیلی بدیهی و بسیار بسیار گفته شده و ثبت شده است انقلاب مشروطیت ایران مهمترین نهادهایی که خلق کرد عبارت بود از مجلس شورای ملی و از جمله و جاندارمری ملی در اون زمان که هر دوی اینها رو رضا شاه نابود کرد حکومت استبدادی رو که انقلاب مشروطه از بین برده بود و قانون و مجلس و یک دموکراسی نوپایی رو جایگزینش کرده بود این رو دوباره برقرار کرد 24 هزار نفر از مردم ایران رو به قتل رسوند مخصوصا در مناطقی مثل لورستان، خودستان، خراسان و جاهای دیگه که هنوز داغ این قتل ها و این جنایت ها بر قلب مردم ایران و وجدان مردم ایران هست قرارداد بسیار خائنانه نفت رو با دولت استعماری اون وقت یعنی انگلیس تجدید کرد و دست آخر هم بعد از همه این اقدامهایی که شما الان گفتید دست آخر هم یک خبط و خیانت بزرگی کرد که باعث شد ایران مورد حمله عبرقدرت های اون زمان قرار بگیره و اشغال بشه و لطمات بسیار بسیار بزرگی به جامعه ایران به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اون روز ایران وارد بشه که رنج های خیلی شدیدی رو به مردم در اون زمان وارد کرد این سیمای واقعی رضا هاست من در چند کلمه گفتم البته خوبه که حرفای پسرش رو هم اضافه کنم حرفای محمد شاه که گفته بود که نمونه رعباورترین پدرم نمونه رعباورترین افراد گیتی بود و توی برای وطنم کتاب, محمد رضا پهلوی معمولیت برای وطنم رضا شاه خب میدونید که دوران بیساله ساله قدرتش رو یعنی چه اون سالهایی که قبل از شروع رسمی سلطنتش بود و چه تمام دوران 16 ساله سلطنتش تمام این 20 ساله رو در 20 سال اول سده 14 طی کرد و این سده است که ما الان در هفته های پایانیش هستیم در ماه پایانیش هستیم اسفند 1400 هستیم به مناسبت اینکه این سده این رو به پایان هست به نظر خوبه که این موضوع رو در یک چشمنداز وسیع تر بررسی کنیم که مربوط به تاریخ این صد ساله تا مربوط به تاریخ صده چهارده که تا چند هفته دیگه به پایان میرسه و وارد صده پونزده میشیم در این صده در صده چهارده چهار مستبد خونریز یعنی ردا شاه، محمد ردا شاه، خمینی و خامنه ای اینها یک قدرت به شدت متمرکز و به شدت استبدادی رو دست به دست همدیگه ساختند. دستندرکار در کار برساختن لویاتان ایران بودند. یک هیولایی که الان ما میبینیم یک قدرت به شدت متمرکز و به شدت مستبد و البته این در این حال این صدر صحنه رویارویی دو فرایند هست یکی همین تکوین یک دولت مطلقه به ترتیبی گفتم توسط این چهار تا مستبد و یکی هم تکامل یک جایگزین دموکراتیک یک آلترناتیو دموکراتیک که از مشروطه شروع شده و تا همین الان ادامه داره که در محورش مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند مردم ایران با مشروطه آغاز کردند با انقلاب مشروطه آغاز کردند و قدرت انحصاری و یک کتادانه شاه رو سلب کردن ازش و زمینه یک توسعه دموکراتیک رو برای ایران فراهم کردند خب طبقات استثمارگر ضد حمله به یک ضد حمله دست دادن بعد از اون انقلاب بزرگ مردمی به یک ضد حمله دست دادن البته اون طبقات استثمارگر با حمایت دولت های خارجی که شما در ابتدا اشاره کردید اینها به یک ضد حمله دست دادند برای تخریب اون دستاوردها اسم این ضد حمله همین آغاز سلطنت رضا شاه بود بله البته الان شما در میان صحبتاتون گفتید که ما در صد سال گذشته چهار دیکتاتور خونریز داشتیم که گفتید از رضا شاه و رضا شاه خمینی و خامنه ای که این خیلی خوبه که آدم ما بتونیم حالا مثلا از یک دیدگاه وسیع‌تری به تاریخ نگاه کنیم ولی به هر حال اینها در ماهیتشون آیا با هم تفاوتی نداشتن بالاخره یکی شاه بوده یکی یه چیز دیگه, است. دیگه یک بله. شکل و شمایل دیگه ای داره و کاملا و حال اینا آیا به نظر شما ماهیت یکسانی داشتند خیر همین که شما میگید ماهیتشون که یکسان نبوده هم که شما میگید رضا شاه و پسرش که خب یک حکومت وابسته بودند آخوندها که از قعر تاریخ اومدن از قعر قرون وستا اومدن یه خواستگاه خرد ارتجایی داشتن هرچند که الان سوارن بر یک سرمایداری بسیار وحشی همین الانشون اما با وجود همه این تفاوت ها که شما هم روش دست گذاشتین انگار که یک دو امدادی بوده یکی به دست دیگری داده این هیولای قدرت رو و هر یکی بعد از دیگری این رو تکمیل کردن و اینطور یک دولت مطلقه رو یکی بعد از دیگری کامل تر کردن اون هم یک حکومتی با یک سبوعیتی که واقعا در جهان امروز شاید نظیر نداشته باشه اونهایی که تاریخ دوران رضا شاه رو بررسی میکنن نهایتا به این میرسن با یک حداقل انصاف وقتی که بررسی می میبینن که رضا شاه داشت این هدف رو دنبال میکرد که یک دولت متمرکز یک قدرت کاملا مستبد ایجاد کنه و همه سیاست هاش رو از این اولویت میچید به این معنا البته همراه با قارت مردم همراه با کشتار همراه با همه این کارنامه خیلی خیلی مفتزهی که در دوران حکومتش در کتاب های تاریخ به ثبت رسیده این یک نتیجه نتیجه دیگری که من در نظر داشتم و البته نتیجه بسیار مهمیه این هستش که این خط و مسیری که این چهار تا مستبده ها که بر ایران در صده چهارده داشتند این مسیر شکست خورده این نتیجه رو به خصوص ببینید رضا شاه و پسرش با تکیه بر قدرت های خارجی و سرکوب داخلی اینها کار خودشون رو پیش می بردند ها هم خواستن با سرکوب داخلی و به کار گرفتن جنگ افروزی در خارج کشور همون سیاست صدور ارتجا و تروریزم به قول خودشون سیاست صدور انقلاب کار خودشون رو پیش ببرند یعنی اینکه که برخلاف یک حکومتی که در انقلاب مشروطه مردم دنبالش بودن یا در انقلاب سال 57 دنبالش بودن کمترین اتکایی به مردم نداشتند و ندارند و بنابراین مطلقا سراغ گسترش نهادهای دموکراتیک گسترش جامعه مدنی مشارکت مردم و این گونه سیاست که خب لازمه بقای یک بقای باثبات یک حکومته هیچ وقت نبودن البته ماهیتشون هم جز این اقتضا نمیکنن هیچ کدوم از این چهار هیچ کدوم و ما میبینیم که در این در حکومت های هر چهار تاشون معمولا اینطوری بوده که چهل پنجاه درصد حداقل اقل چهل پنجاه درصد بودجه سالانه رو اینا معمولا اختصاص دادن به امور نظامی و امنیتی رضا شاه همین طور بود شاه همین طور بود نمیدونم خومینی خب که به مدت هشت سال تقریبا تمام اقتصاد ایران رو صرف جنگ ضد میهنی با عراق کرد خامنه ای که نمیدونم بخش مؤثر اقتصاد ایران رو مصادره کرده و این رو پشتوانه مالی همین سیاست های جنگ افروزانه مشکسادی برنامه اتمی و و که پهپاد سازی اضافه شده شده بله از این نظر روش یکسانی داشتند یعنی اختصاص ثروت مردم به نظامی. چون, تکیهگاهشون تکیگاهشون سیاست های امنیتی و سرکوبگرانه بوده رداشا تقریبا تمام درآمد نفت رو تقریبا تمام یک جای دکتر مصدق فقیر سخنرانی کرده توی این مجلس این عبارت رو به کار برده گفته که درآمد نفت منحصرا کلمه منحصر رو بکار کار منحصرا صرف امور سیاسی منظورش از امور سیاسی اهداف سیاسی خاص رضا شاه که شامل ساختن اون ارتش 150 هزار نفری و اینها بوده که البته هیچ فایده ای این کارها برای مردم برای کشور برای آینده ایران هیچ فایده ای نداشته و همین ارتش هم که ساخته بود وقتی که متفقین حمله کردن در همون روز و نه حتی بدون اینکه یک مقاومت چند روزه بتونه بکنه در همون روز از هم پاشید و نظامیان اون روز که خب هیچ علاقه هم به رضا شاه نداشتند همه سلاحاشون انگیزه ای نداشتند برای اینکه ازش دفاع کنن کمترین محبوبیتی نداشت از جمله در بین نظامیان اون موقع سلاحشون رو پرت کردن توی جوب خیابون ها و این که من دارم میگم این واقعی مشهوری است خیلی از مردم به چش دیدن و این ارتش چی ازش نمون به وقتی که داشت میرفت حتی از مقامات حکومتش هم هیچ کس بدرقش نرفت کما که اون یکی شاه پسرش و کمترین حمایتی رو نتونست در اون لحظه جلب کنه این هم در کتاب های تاریخ ثبت شده و واقعیت آشکاری است این خوشی نکته است که رضا در زمانه خودشم اون محبوبیت رو به دست نیاورد اگر بیان که این همه اقدامات کرده پس چرا هیچ کس ازش چنین خیر نسبه خیر, نسبه خیر. نسبه نسبه با... با... نکرده در دوران غذا این که شما میگین توی کتاب ماموریت برای وطنم که من یک جمله ای رو ازش الان نقل کردم و شما پرسیدین کتابی که محمد رضا شاه نوشته به این موضوع هم اشاره کرده و همین که رضا شاه در به خصوص دهه در سالهای پایانی حکومتش بیشتر با ترس با ترس و رو حکومت میکرد و محبوبیتی نداشت البته نه این سراحتی که من میگم ولی به صورت تلویحی اونجا اشاره شده داشتم این رو میگفتم رضا شاه که اینطور بود شاه پسرش سالی نیم میلیارد دلار که نیم میلیارد دلار در اون تاریخ یعنی 50 سال پیش 55 سال پیش خیلی پول زیادی بود سالی سه میلیارد دلار فقط حقوق مستشارای آمریکایی رو میداد که تو ایران بودن چون 60 هزار مستشار آمریکایی در ایران بودن و خب حقوقشون رو باید رژیم شاه میداد و اینا پذیرفته بود بله سال سالی سه میلیارد دلار حقوق مستشارا رو میداد و خب یک ارتش و سواک پرتول و تفصیلی رو درست کرده بود که تکیگاه اصلیش بود خودش هم یک بار در یک مصاحبه با روزنامه لوموند این رو تصریح کرده بود که برای ایران یعنی برای خودش قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنا نداره و اینطوری هم سیاست خودش رو تنظیم میکرد خب اینا همه که واقعیت های شناخته شده است ولی سوال اینه که خروجی و محصول نهایی این سیاست ها چی بود؟ چون من داشتم میگفتم که این مسیری که اینا در این یک تا سال اومدن این یک مسیر شکست خورده است. حکومت رضاشاه بعد از 20 سال نهایتا این شد که ایران رو به دام قوای اشغالگر انداخت به دلیل همون خیانه سیاست خائنانه و خطای بزرگی که مرتکب شده اما پسرش محمد رضا شاه که اون هم از این دعاوی داره که چقدر ایران رو مدرن کرده و چه پیشرفت هایی کرده و خودش در اون زمان که من یادم هست می که نمیدونم داریم به طرف تمدن بزرگ میریم و نمیدونم چی کار داریم میکنیم و اینها اون هم با سرکوب و کشتار نیروهای دموکراتیک در ایران و جنبش های انقلابی راه رو برای خمینی باز کرد و نهایتا ایران رو به دام ارتجا و بنیادگرایی انداخت به دام حیولایی مثل خمینی پس این هم خروجی و محصول نهایی هر دو حکومت هم رضاشا و هم پسرش همین بود حالا خامنه ای چه حاصلی داشته با برنامه اتمی با برنامه نمیدونم موشکی با جنگ افروزی با صدور ارتجا صدور تروریسم حاصلش جلوی چشم همه مردم ایران هست پس رفت عظیم اقتصادی اجتماعی طوری که ایران رو پرتاب کرده به مدار یک کشور عقب افتاده پس این مسیر یک مسیر شکست خورده است این از مهمترین نتایجی است که ما میتونیم از وقایع یک صده گذشته بگیریم بله خب این موضوعی که توی همه این حکومت ها خیلی بهش اهمیت میدادن یا حداقل پوزش رو میتونیم بگیم میدادن بحث این بود که ما این همه به اصطلاح خرج کردیم برای ارتش و قوای نظام اینا که امنیت رو فراهم کنیم همین یعنی الان هم این حکومت فعلی یعنی دیکتاتوری آخوندی یا دیکتاتوری خامنه‌ای هم یه خط در میون وقتی میرسه به مردم میگه ما براشون امنیت آوردیم و امنیت فراهم یعنی با این شست و پوز به مشروعیت میدن به این که اینقدر روی قوای نظامی مثل سرمایه گذاری میکنن یا ثروت های ملت رو خرج این میکنند تو دو دوران رضا شاه شما اینو به طور خاص چطور میبینید این آیا بالاخره یک اهرام قابل قبولی برای افکار احرام هست یا نیست اون که میگن یعنی میگن که ما برای اون چیزی که مهمه امنیت امنیت کشوره منظور اینه درسته و ما این رو به دست آوردیم جزو دستاوردهای خودشون اگر فقر هست اگر عقب موندگی هست اگر جاش خب خوشحال باشید خدا رو کنید که امنیت داره یه همچین دائیه بله این چیزیست که الان خامنه ای هم تکرار میکنه مثلا میگه که خب اگه ما نریم توی سوریه به جنگیم اگه نریم توی نمیدونم کجا به جنگیم باید شاهد سنگربندی در های تهران و اصفهان و همدان باشیم. بله ببینید با... اگه قاسم سلیمانی نبود الان تا حالا دارش بود ایران. ای که حالا اون یکی که فرمانده سپاه اون وسط گفتش که نه قاسم سلیمانی رفت برای کمک بشر از برای نبود. اون... <تصفح> <تصفح> این وسط خودشون گفت. اینا همشون همین طورن. اونجایی که دیگه منطق سیاسی، منطق واضحی که نشون میده کشور بسیار بسیار عقب افتاده مردم در فقر و ناداری و اینها غرق شدن و دارن دست و پا میزنن جوابگو اینا نمیتونن باشن خب مهمترین حرفشون امنیت خوب من کمی توضیح بدم این دعاوی مربوط به مدرن سازی کشور در سلطنت رضا شاه این یک فرایند سطحی و محدود بود و بنیادهای اقتصادی اجتماعی ایران رو تغییر نداد بلکه همچنان که گفتم توسعه واقعی در زمان رضاشا کما اینکه در زمان سایر این مستبدین بعدی هم توسعه واقعی توسعه نظامی و امنیتی بوده به همین دلیل مدافعان حکومت رضاشا اونجایی که دیگه یک پای یک بررسی دقیق و مستند به میون میاد و دیگه نمیشه از این از این ظاهرسازی ها رو به عنوان دلایل جدی و معتبر ارائه بکنن از اینها چشم میپوشن و میگن بله راست میگین بیلان واقعیه رضاشاه عبارت بوده از اینکه ایران رو از گسیختگی نجات داده و از تکسر قدرت و از چندگانگی و این رو تبدیل کرده به یک دولت ملت یعنی از تکسر از چندگانگی از هم گسیختگی از اون وضعیت منتقلش کرده به یک دولت ملت به عنوان مثال نمونه از این تلقی رو شما میتونید در کتاب تاریخ ایران مدرن که آبراهامیان نوشته اونجا ببینین که این کتاب البته تمام مدارک معتبر مربوط به نحوه روی کار اومدن رضاخان خان رو نادیده گرفته که چطور با دخالت مستقیم انگلیس اون کودتای سوم اسفند رو انجام داد همه مدارک بسیار بسیار متعدد و معتبر رو نادیده گرفته و رضا شاه رو یک سیاست مدار یک سیاست قدرتمندی معرفی میکنه که اگرچه خب سیاست مدار ای بوده اما تونسته دولت سازی کنه دولت سازی توی گیومه چیزی که اون کتاب داره میگه بله خود کامه بوده ولی تونسته دولت سازی بکنه ولی چه جور دولتی بله و نوشته اصلا دولت سازی شاخص اصر رضا شاست این دولت سازی چیزی است که مدافعان رژیم کنونی هم در موردش میگن مثلا نوشته های بعدن سعید حجاریان در مورد خمینی همین رو در موردش میگه که خمینی کسی است که تونسته دولت سازی بکنه خب پس اگر قتل عام کرده اگر در جنگ هشت ساله ایران و عراق اون همه فاجعه به بار آورده اون همه یک میلیون طرفات چند میلیون معلول بیش از هشتاد شهر ویران و اون همه فاجعه ای که هنوز آثارش آثار اجتماعی و اقتصادی و روانیش هنوز در ایران باقیه و هنوز جبران نشده اگر این هست اشکالی نداره در عوض خمینی تونسته دولت سازی بکنه بنابراین یه همچین دفاعی میکنن اما این دولت مطلقه چونان که تجربه حکومت رضا شاه و پسرش نشون داد از اونجایی که هیچ مشارکتی برای مردم باقی نمیذاره و پارلمان نمیدونم احزاب تشکلهای دموکراتیک همه اجزای جامعه مدنی اینها رو از بین میبره یعنی اصلا فضای حیاتی براشون باقی نمیذاره بنابراین در تند پیشهای تاریخ کشور رو دچار فجایع سهمگین میکنن اینها و همین که گفتم دیگه اولی این شد که ایران رو به دام اشغال خارجی انداخت و دومی این شد که ایران رو به دام ارتجا و حیولای خمینی و خب تمام آثار پردرد در و رنج بعدیش یعنی شما میگید که این شیوه دولت سازی نه تنها یک اثر مثبتی نداشته بلکه برعکس فاجعه ایجاد کرده کنار گذاشتن مردم فاجعه ایجاد کرده مطابق تجربه های صده 14 مطابق تجربه های صده 14 دکتر مصدق فقید تمام دوران رضا شاه رو در یک جمله خلاصه کرد تمام دوران رضا شاه رو در یک جمله تو یک سخنرانی در مجلس بود گفت هیچ ملتی در زیر سایه استبداد به جایی نرسیده است یعنی همه اونایی که نمیدونم صحبتشون از دولت سازی هست و از جمله همون کتاب که گفتم یا مدافعان خمینی خب که تمام جنایت ها و فجایع این حکومت ها رو با دولت سازی میخوان معقول جلوه بدن معقول سازی بکنن خب این رو میپوشونن که نتیجه قایی این این چنین دولت سازی هایی چی بوده و چی هست تاریخ یک سده گذشته که الان ما داریم بهش اشاره میکنیم این رو به وضوح نشون میده انقلاب مشروطه میتونست باعث توسعه دموکراتیک ایران بشه میتونست باعث رشد برجوازی ملی و برساختن صنایع پیشرفته در ایران بشه میتونست نهادهای دموکراتیک رو در ایران شکوفا بکنه انقلابی بود گل سرسبد انقلاب های آسیا گل سرسبد انقلاب های آسیا پیش از اینکه در ترکیه انقلاب بشه پیش از اینکه در چین انقلاب بشه در ایران انقلاب مشروطه به پیروزی رسید ولی خب اون استبداد خشن رضا شاهی اون حکومت شوم این انقلاب رو و همه دستاوردهاش رو در خون فرو بود کما اینکه انقلاب بهمن انقلاب بهمن پنج و هفت میتونه سکوی پرشی باشه برای جامعه ما برای کشور ما به طرف آزادی به طرف دموکراسی و برابری و عظیمترین پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی رو میتونست در برداشته باشه اما خمینی دشخیم اون رو هم در گرداب خون فرو برد وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش جنگ در بسیاری از جهان سرایت کرد شوروی سه بار به دولت وقت ایران مراجعه کرد دولت اتحاد شوروی اون موقع سه بار مراجعه کرد که اینا همش در کتاب های تاریخ ثبت شده تاریخش که در سال 1941 سه بار مراجعه کرد در 26 جوان 19 جویه و 16 اوت یعنی ماهای قبل از اینکه متفقین به ایران حمله بکنن سه بار مراجعه کرد و حکومت رضاشاه رو آگاه کرد مطلع کرد که ما منافع ما یعنی منافع ملی ما به خطر افتاده و ازش درخواست کرد که به دخالت‌های آلمان در ایران خاتمه بده که رضا شاه نپذیرفت البته متفقین مایل بودند که برای اینکه به شوروی کمک برسونند چون یک جبهه جنگ آلمان اون موقع شوروی بود به شوروی حمله کرده بود متفقین مایل بودند که همونطوری که دولت سوئد بهشون اجازه داده بود که در عین بیطرفی دولت سوئد در جنگ جهانی دوم بیطرفی خودش رو حفظ کرد ولی اجازه داده بود که در عین بیطرفی اجازه عبور و مرور قوای آلمانی رو بهشون بده و به این کارو کرده بود متفقین هم میگفتن که ایران هم میتونه در عین بیطرفی به ما اجازه عبور و مرور قوامون رو بده و حتی دولت انگلیس پیشنهاد کرد که ما حاضریم تمام هزینه حمل و نقل نیروهامون رو یا مهماتمون آذوقه آزو جنگی ساز برگمون رو هم بپردازیم هر جایی که از وسایل نقلیه ایران استفاده می کنیم از خط آهن ایران استفاده می کنیم حاضریم همه این رو هم بپردازیم در آمریکا به سفیر مختار رضا شاه مراجعه کردن دولت آمریکا مراجعه کرد و اونها هم همچین درخواستی کردند که اجازه بدیم که ما از ایران عبور کنیم ولی سفیر مختار که موضع رضا شاه رو میدونست گفت که من مطلعم که رضا شاه موافقت نخواهد کرد رضا شاه در قرن 20 حکومت میکرده دیگه در دهه سوم و چهارم قرن 20 حکومت میکرده باید با اون زمان سنجید یعنی میخوام این رو بگم اگر ما یک نگرش هرمونوتیکی رو وارد کنیم برای بررسی اینکه ایار و وزن این تغییرات بله که بخوایم بسنجیم خب در این صورت آنچه رو که انجام داده یا آنچه را که انجام نداده در متن فرصت هایی که داشته باید بررسی کنیم در متن اون فرصت ها باید بسنجیم نه اینکه یک کنتراستی ایجاد میکنند، این طرفداران این همین بقایای های سلطنتی کنتراستی بین آنچه که رداشا انجام داده با آنچه که قبلش بوده البته آنچه رو هم که قبلش بوده به تمامی گزارش نمیکنن و اینطور جلوه میدن که خب پس یهو از یک سیاهی محض یک حکومتی ایران رو نور باران کرده مثلا اینطور یک کنتراست این فقط ایران تو جهان بوده بله کشورهای دیگه بله من میخوام این رو بگم که چه فرصت هایی داشته رضا شاه و این مهمه که بهش توجه کنیم ببینیم با وجود این فرصت ها چه کار کرده به نظر من فرصت های بسیار بسیار مهمی داشته اول اینکه انقلاب مشروطه در همه پهنه های اجتماعی فرهنگی فکری و روانی در جامعه ایران یک دینامیزم قدرتمندی ایجاد کرده بود برای پیشرفت برای توسعه دموکراتیک این یک فرصت دوم اینکه خروج قوای روس و انگلیس از ایران در جنگ جهانی دوم اینها ایران رو اشغال کرده بودند جنبش های آزادی ایران در جنگ جهانی اول در جنگ جهانی اول ایران رو اشغال کرده بودند جنبش های آزادی در اون موقع یعنی جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنبش پسیان خیابانی جنبش های ترقی هایی که در جنوب بودند دلواری ها چاکوتایی ها برادجانی اینها همه اینها در مجموع تونستند اشغالگران رو اخراج کنند از ایران و از این بابت حق بزرگی به گردن تاریخ ایران دارن حق بزرگی دارن به طور کلی چهار برآمد انقلابی مهم در تاریخ این صد سال هست حالا این رو توی پرانتزی میگم به این سوال شما شاید ربطی نداشته باشه پرانتزی اشاره میکنم و میگذریم چهار برآمد انقلابی بزرگ در تاریخ این صد سال هست یکی مشروط هست که البته چند سال قبل از شروع این صده بوده یکی همین جنبش های آزادی که قبل از حکومت رضا شاه بودند در شمال جنوب و غرب و شرق ایران پسیان خیابانی کوچک خان و جنبش های جنوب این یک برآمد انقلابی بود بعدش جنبش ملی شدن نفت و بعد انقلاب 57 این صده با این چهار برآمد انقلابی شناخته میشه و اینها تونستند ایران رو از اشغال اون قدرتها نجات بدند و این هم فرصتی بود برای رضا شاه که در زمانی به حکومت رسیده بود که ایران تحت اشغال نبود البته روسیه چون که انقلاب شده بود در سال 1917 قوای روسی خودشون بیرون رفتن دولت جدید که یک دولت سوسیالیست بلشویک ها به حکومت رسیده بودن نیروهاشون رو از ایران بیرون کشیدند فرصت دیگه ای که رضا شاه داشت از قضا وجود همین دولت بلشویک در مسکو بود در شوروی بود که اینها خب یک توازن جدیدی رو ایجاد کرده بودن همسایه شمالی که یک دولت جدید دولت بلشویک حاکم شده بود یک توازن جدیدی در سطح بین ایجاد کرده بود که دیگه مانع دست انگلیس به ایران میشد پس این هم یک فرصت جدیدی برای رضا شاه اما چهارمین فرصت که این هم بسیار بسیار مهم بود این بود که سهم ایران از درآمد نفت جنوب به میزان خیلی زیادی افزایش پیدا کرد از شروع کار رضا شاه. به طوری که حق امتیاز نفت از یک مبلغ ناچیزی که در سال 1911 بود به بیش از 580 هزار پوند در سال 1921 رسید سال 1921 همون سالی است که رضا شاه به قدرت رسیده مم. یعنی همون 1299 به این مبلغ رسید یعنی به 580 هزار پوند و در سال چند سال بعد در سال 1940 درآمد نفت شده بود 4 میلیون پوند که خیلی زیاد بود در مقایسه با آنچه که معمولا دولت ایران از محل نفت آیدش می شد پس این هم یک فرصت البته مالیات ها و عوارض گمرکی هم زیاد شده بود بنابراین از بابت درامت ها هم دولت جدید در ایران برخلاف حکومت قاجار که واقعا یه حکومت ای بود و اصلا درامدی نداشت حکومت احمد شاه آخرین شاه قاجار از این بابت هم این حکومت جدید وضعیتش متفاوت بود حالا ما در متن چون این فرصت هایی باید ایار اون اقدام ها رو بسنجیم که چه وزنی داشته و وقتی که اینطور نگاه میکنیم از غذا باید نتیجه بگیریم که این اقدامات ناچیز سطحی و محدود بوده به همین دلیل راه نبرد به تغییرات بنیادی در پهنه های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، علمی، پژوهشی، بهداشتی هیچ کدوم از اینها رو دستخوش تغییر مهمی نکرد این رو هم خوب من اضافه بکنم که خب این که میگن نمیدونم زمان رضا این کارخونه ساخته شده چند دانشگاه ساخته شده فلان اینا خب این هم یک روندی بوده که در از دوران قاجار شروع شده بود یعنی از قرن نوزده تحت تاثیر پیشرفت های مهمی که کل جهان داشت تاثیر تحولات بسیار بسیار مهم صنعتی که کل دنیا به خصوص اروپا داشت خب و از راه تجارتی که با ایران داشتن بر اقتصاد ایران بر مناسبات اجتماعی ایران تاثیر گذاشتن و بنابراین ایجاد صنایع مختلف از حتی از دوران ناصر شاه که امیر کبیر بود و حتی قبل از اون از دوران فتحالی شاه شروع شده بود مثلا عباس میرزا یک کارخونه اصلاحی سازی داشت و کارخونه های متعدد مهمات سازی در دوران قاجار کارخونه های بلور سازی نمودن باروت کوبی و همه اینها شروع شده بود حتی خطاهن در مناطق مختلف کشیده بودن خیلی طولانی نبود ولی 100 کیلومتر 200 کیلومتر اینطوری در جاهای مختلف کشیده بودند که این هم نبود که خط آهنی که شاه ساخت رضا شاه ساخت انگار که اولین خط آهنه اینها روند معمول پیشروی های اقتصادی اجتماعی جامعه بود آنچه که ما بهش ایراد میگیریم این هستش که انقلاب مشروطه جهشی ایجاد کرد دینامیزم پرقدرتی ایجاد کرد که میتونست به کلی توسعه ایران رو تغییر بده اصلا چارچوبش رو میتونست تغییر بده یک توسعه دموکراتیک ایران رو هم از بابت کمی هم بابت کیفی ایران رو وارد یک دنیای دیگری بکنه و بنابراین آنچه که رضا شاه انجام داد در مقایسه با فرصت که داشت به خصوص راهی که انقلاب مشروط باز کرده بود نه از غذا اون فرصت رو آتل و باطل گذاشت و مسکوت گذاشت و استفاده نکرد چرا که همش دنبال یک توسعه نظامی بود برای اینکه قدرت خودش رو حفظ بکنه برای اینکه متکی نبود به مردم برای اینکه جز با سرکوب قادر نبود که حکومت بکنه اما سوال آخری که میخواستم پرسیم بود که به حال این رویارویی که صد ساله که شما گفتید وجود داشته در ایران از یک طرف این دیکتاتوری ها اول از رضا شاه شروع شده یک حکومت مستبد و خودکامه این پیشرفت کرد یا به صلاح همینجوری ادامه پیدا کرد تداوم پیدا کرده تا امروز که حکومت ولایت فقی و دیکتاتور خامنی رو شاهد هستیم خب در مقابلش هم یک رویارویی بوده با اون جنبش دموکراتیکی در ایران وجود داشته که اونم حالا به حال شما در ابتدا گفتید که اونم یک حرکتی داشته که از مشروطه شروع شده و امروز تا این نقطه رسیده حالا که ما الان در پایان این صده هستیم چه میتونیم بگیم در مورد این رویارویی ببینید به گواهی وقایع و تجربه این یک صده که برمیگردیم نگاه میکنیم هر چه که ترقی و راهگشایی و پیشرفت حقیقی وجود داشته به وجود اومده اینها کار انقلابیون و جنبش های انقلابی و ملی بوده در ایران جنبش های آزادی خواه و هرچی که تخریب و انحطاط بوده کار همین دیکتاتورهایی هایی که در این صد ساله در ایران حکومت کردن همین چهار مستبد این واقعیت یک سده گذشته است و هم بزنید چکی, برای اون چکی بله حتماً ببینید انقلاب مشروطه راه پیشرفت دموکراتیک ایران رو باز کرد و به استبداد سلطنتی خاتمه داد و این پیشرفت مهمی بود در حالی که خب رضا شاه دوباره بسات دیکتاتوری رو پهن کرد در سالهای پس از جنگ جهانی اول همونطور که اشاره کردم جنبش های آزادی در ایران کشور رو از اشغال قوای خارجی نجات دادند در حالی که رضا شاه بعد از حکومت 20 ساله کشور رو دوباره به دام اشغال انداخت رضاشاه نفت ایران رو در یک قرارداد خائنانه یعنی تمدید کرد قرارداد خ... قرارداد استعماری که عملا بخش مهم درآمد نفت ایران رو به نفع انگلیس مصادره کرد این رو 32 سال دیگه تمدید کرد و این یکی از خیانت بارترین قراردادها و است که توسط رضا شاه انجام شده. این رو رضا شاه مرتکب شد در حالی که دکتر مصدق رهبر بزرگ نهضت ملی ایران نفت رو ملی کرد. دیگه تا اونجایی هم که به دوران همین رژیم برمیگرده خمینی ایران رو در جنگ ضد میهنی هشت ساله با عراق فرو برد با اون همه صدمات و اون همه خسارات و اون همه تلفات که معلولینش هنوز هم قربانیان اون جنگ هنوز هم دارن رنج میبرند در حالی که خب ارتش آزادی بخش ملی ایران تحت فرماندهی و رهبری برادر مجاهد محسود رجوی خمینی رو وادار کرد که اون جنگ رو به پایان ببره و افتخار خاتمه اون جنگ افتخار خاتمه دادن به اون جنگ از آن مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی است باز هم تا اونجایی که به وحدت ایرانیان برمیگرده تا اونجایی که به تمامیت ارزی کشور برمیگرده این انقلاب ها و جنبش های آزادی بخش در همین یک صده بودند که دینامیزم و تضمین همگرایی رو در ایران بین اجزاء گوناگون مردم ایران به وجود آوردند زنجیرهای اسارت رو زنجیرهای عقب موندگی رو از هم گسستند و زمینه پیشرفت جامعه رو فراهم کردند در نقطه مقابل باز هم این رژیم های استبدادی همین چهار مستبد بودند و هستند که مسبب از دست رفتن همین همگرایی و همین وحدت داخلی ایران شدند چون که خب انواع بلاها رو سر مردم ایران آوردند و ایران رو در انواع جنگ ها فرو بردند که اینها خب آثار آثار خیلی خیلی عمیقی داره در پیکره اجتماعی و سیاسی کشور جنبش مشروطه جنبش دوران مشروطیت به ملیت گوناگون ما به ملیت‌های گوناگون کشور ما خب یک هویتی بخشید همون جنبش این یکی از آثار اون جنبش بود و بعدها در دوران ملی شدن صنعت نفت این هویت با یک دموکراسی نوپای پیوند خورد و تقویت شد بنابراین این جنبش های آزادی های دموکراتیک جنبش های انقلابی در همه زمین ها که نگاه میکنیم اه، کارشون اه، در جهت پیشرفت ایران از جهات گوناگون بوده کما اینکه انقلاب 57 کما اینکه قیام که علیه همین رژیم در این چهار دهه برخواسته و شاهد بودیم هر بار یک اثر وحدت بخشی در بین مردم داشته و شاهد صحنه هاش بودیم برگردیم به تاریخ صده ای که هفته های آخرش رو داریم طی می کنیم وقتی که نگاه می کنیم پیشران نبرد و دینامیزم پیشروی و آزادی در جامعه همین جنبش ها بودند و هستند و رهبران بزرگی که شاخص ها و پرچمداران آزادی در هر زمین در هر زمانه بودند و هستند ستارخان کوچکخان پسیان خیابانی مصدق حنیف نجات و مسعود رجوی راهبران آزادی و صادقترین و پاک سخنگویان رنجهای طولانی مردم ایران در این صده و در این حال نمایندگان آرزوها و آرمانهای اونها با همین منطق فاجعه ای که توسط خمینی و خامنه ای در این چهار دهه اتفاق افتاده در کشور ما و شکل گرفته مطمئنا با قیام ها و با مقاومت مردم ایران و با رزم کانون های شورشی و ارتش بزرگ آزادی و جایگزین دموکراتیکی که برایند همه این رزم ها و رنج ها هست مطمئنا این وضعیت رو به روزگار آزادی و برابری و دموکراسی خواهد رسوند بله که این نبرد صد ساله به حال به اون پیروزی که شما میگید ختم میشه خیلی ممنون از شما آقای امین رویا از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید برای این گفتگو خواهش میکنم